رستاخیز سیمرغ تا الان به همه ثابت کرده که همیشه 40 قدم از جمهوری اسلامی و 400 قدم از اپوزیسیون جلوتره. اپوزیسیونی که تا امروز بعد از کشتار آبان ماه 98 نتونسته و قادر نبوده واقعیتی که در کف خیابون‌های ایران رخ داد و عزیزانی که جونشون رو از دست دادن و به درستی و به راستی بیاد با مردم در میون بذاره. در همون روزگاری که در قیام آبان ماه بود، ما در رستاخیز سیمرغ اعلام کردیم که تعداد جانباختگانی که در قیام آبان ماه توسط نیروهای سرکوب رژیم جون خودشون رو از دست دادن به بیش از 5700 نفر رسیده و تعداد بازداشتی‌ها بیش از 10000 تن هست. و تا امروز دیدید اکثر افرادی که در اپوزیسیون مثلا مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، این واقعیت رو انکار کردن و فقط بسنده کردن به خبرهایی که توسط رسانه‌های تحت حمایت مافیا داره به اون آمار دروغ میده. با هم دیگه به ویدیوهایی که من و جناب قاسمی در همون روزها منتشر کردیم یه نگاهی بندازیم و برگردیم. بشری فرقه تبکر روز به روز در داخل ایران رو به افزایشه. در طول قیام آبان ماه 1398 بیش از 5700 تن از بهترین فرزندان ایران توسط این فرقه ددمنش به خاک و خون کشیده شدن. بیش از 10000 تن در بازداشتگاه و زندانها در حال شکنجه شدن و یا در حال انتظار برای اعدام هستند. بیش از 4000 تن از پرسنل نیروی زمینی ارتش و یگان ویژه به علت و تمرد از دستور در بازداشتگاه ها به سر می شمارید. وحشتناک جمهوری انگلستان آخوندی در آبان ماه طبق آماری که بچه های داخل ایران برای ما فرستادن از ابتدای قیام تا امروز شنبه بالای 5700 تن کشته شدن، بازداشتی ها بالای 10000 تن، بازداشتی های نظامی بالای 4000 تن. بعد از گذشت تقریبا 2 سال یکی از مهره های کلیدی و تئوریسین های مهمه اصولگرایان تندرو یعنی کامران غضنفری اومده و اثبات کرده که حکومت جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران در آبان 98 بیش از هزاران تن رو کشته. بریم با هم دیگه یک بخشی از صحبت‌های کامران غضنفری رو بشنویم، با هم برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شده مورد سوم، زمینه سازی برای بروز و گسترش آشوب‌های دیماه 96 و آبان 98 هست که در نتیجه اونها چندین هزار نفر کشته و مجروح شدند و هزاران میلیارد تومان هم خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد شده. کامران غضنفری یکی از مهمترین تئوریسین‌های اصولگراهای تندرو و همپایه با حسن عباسی در بدنه و پشت پرده جمهوری اسلامی هستش که امروز اومده و داره خودش اذعان میداره که جمهوری اسلامی در یک همچین اتفاقی بیش از هزاران نفر همیهنان ما رو کشتن. ولی من نمیدونم که این اپوزیسیونی که مدعی هست داره با جمهوری اسلامی میجنگه چرا از این واقعیت فرار میکنه و چرا نمیاد خبر رسانی بکنه که جمهوری اسلامی دست به همچین جنایاتی داره میزنه و چرا آمار دروغ داره منتشر میکنه. کی؟ همین اپوزیسیون. اگر یادمون باشه در زمان شاهنشاه آریامهر همین سیستم جمهوری اسلامی که در لباس جبهه ملی در لباس نهضت آزادی یا توده‌ای ها کمونیستا بودند در جلوی قبرستون ها وامیستادن و جنازه مردم رو می‌خریدن با 5000 تومان با 10000 تومان اون موقع که اعلام کنن این کشته‌ای هستش که توسط ساواک کشته شده و داره دفن میشه. اما امروز کشتاری که در کف خیابون‌های کشور توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته توسط کسانی داره سانسور میشه که مدعی هستن با جمهوری اسلامی در جنگ هستن و قصد گذر از جمهوری اسلامی رو دارن. این موضوع خیلی مهمه که ما بدونیم دشمن کی هست و با آمادگی کامل باهاش مبارزه بکنیم. بچه‌هایی که در کف خیابون‌ها دارن مبارزه می‌کنن امیدشون به بیان واقعیت صدای اونها در کف خیابون‌ها برای جامعه جهانی هست. ظلم هایی که داره میشه، کشتاری که داره میشه، بازداشت هایی که داره میشه، شکنجه هایی که داره صورت میگیره رو به گوش همه در جهان برسونیم. اما موضوع بعدی که بسیار بسیار حائز اهمیت هست، ما باز هم شاهد این هستیم که ارتش در داخل کشور اثبات کرد که با مردم ایران هست. چند روز گذشته یک دختر عزیز هممیهن ما در سیستان و بلوچستان از کمبود آب و خشکسالی در این منطقه گریه کرد و دلش سوخته بود که چرا دوستانش و بستگانش یا هممحلی‌هاش در تشنگی به سر میبرن و از تشنگی دارن رنج میبینن. و امروز شاهد این هستیم که ارتش دوباره به اون منطقه آبرسانی کرد و آب قابل شرب برداشت برد و اون منطقه رو از خطر مرگ در اثر خشکسالی و تشنگی نجات داد. این نشون دهنده این هستش که این دوره در قیام بعدی که مردم ایران بلند میشن ارتش قطعا با مردم خواهد بود و به رسالت اصلیش که حفاظت از تمامیت ارضی کشور
و حفاظت از ملت بزرگ ایران هست قطعا خواهد رسید و کوتاهی نخواهد کرد. این جواب دندون شکنی بود به مهره جمهوری اسلامی که به عنوان فرمانده نیرو زمینی ارتش منصوب شده، سرتیپ حیدری که اومد گفتش که ارتش در سرکوب مردم در سال 98 نقش داشت و اینجا ارتش یک بار دیگه محکم زد تو دهن سرتیپ حیدری که ما هیچ نقشی نه تنها در سرکوب مردم کشورمون نداشتیم بلکه در کنارشون میستیم و در مقابلشون سینمون رو سپر میکنیم تا هیچ دشمنی نتونه سینه هممیهنان ما رو این دفعه هدف قرار بده. این یک نمونه بسیار بسیار مهم بود که در یک همچین روزگاری که کشور در یک شرایط بحران شدید هست باید بهش توجه بشه. یک پیامی دارم برای همتباران و همزبانان افغانمون. همونطوری که میبینید طالبان با حمایت جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر کشورها باز توسط جمهوری اسلامی داره هممیهنان ما و هممیهنان شما رو در خاک افغانستان به خاک و خون میکشه. شما شاید به دلیل فقر مالی که سالها گریبان مردم افغانستان رو گرفته مجبور بشید به خاطر چندر غاز برید با جمهوری اسلامی تبانی کنید، اما هممیهنان افغان ما، هم تباران عزیز ما، امروز وقت این رسیده که هم شما مردم افغانستان و هم ما مردم ایران در مقابل یک دشمن واحد که جمهوری اسلامی هست در کنار هم بایستیم. این رو مطمئن باشید ما بعد از گذر جمهوری اسلامی و با رسیدن یک حکومت مردم سالار این شرایط رو باید در داخل کشور اجرا بکنیم که شمایی که هممیهنان ما هستید، همتواران ما هستید، به راحتی با کلیه امکاناتی که مردم ایران دارن شما هم بتونید در کشور ما زندگی بکنید. اگر حکومت آینده برای مردم ایران تصمیم میگیره که بهشون خونه بده، همشون رو بیمه کنه، بچه هاشون مجانی برن مدرسه، قطعا شما هممیهنان و همتواران ما که در داخل ایران هم زندگی میکنید باید دارای یک همچین امکاناتی باشید و از یک همچین رفاهی برخوردار باشید. امنیت، آسایش و آرامش باید برای شما باشه، چون ما یک ملتی هستیم که با ظلم مافیا از هم جدا شدید. بنابراین پیشنهاد میکنم به شما هممیهنان عزیزمون به جای اینکه بنزین بریزید رو آتیش که جمهوری اسلامی برای ایران و افغانستان روشن کرده، از حمایت جمهوری اسلامی دست بردارید به خاطر چندرغاز پول و بیایید کنار مردم ایران و مردم افغانستان، دست به دست همدیگه از یک دشمن واحد با هم گذر کنیم. سلاحایی که امروز جمهوری اسلامی داره به طالبان میده تا مردم افغانستان رو بکشه، همون سلاحایی که داده دست شما تا مردم ایران رو بکشی. و چیزی که عوض داره گله نداره. اگر میخواهید این خونریزی در افغانستان تموم بشه، بیایید در کنار مردم ایران بایستید، دست به دست همدیگه از یک دشمن واحد که جمهوری اسلامی و آخوندا هستن گذر بکنیم. موضوع بعدی که باید بهش اشاره بکنم موضوع بسیار مهم هستش در رابطه با اعتصابات. اعتصابات در حال حاضر در سراسر ایران کماکان ادامه داره، ولی ما هنوز میبینیم که بخش‌های بسیار بسیار زیادی مونده که به این اعتصابات بپیوندن. بخش‌های خیلی مختلفی اومدن در این اعتصابات اعلام همبستگی کردن و دست از کار کشیدن. بخشی کوچک از جامعه پزشکی اعتصاب کرده، بخش کوچکی از بازار اعتصاب کرده، اما این باید سراسری و همگیر بشه تا جمهوری اسلامی رو ریشه کن بکنه. در یک شرایط بحرانی که ما امروز داریم بهش میرسیم در داخل کشور، که جمهوری اسلامی ایستاده، از طریق محیط زیست شده، از طریق آتش سوزی شده، سقوط هواپیما، بمبگذاری، زلزله، سیل، سقوط هواپیما، سقوط اتوبوس، اعدام، شکنجه و و و و و تمام مردم رو به خاک و خون بکشونه تا به اهداف پلیدش برسه، تا بتونه برسه به رفرم شکلی و به اون چیزی که مافیا بهش دستور دادن. تنها یک چیز عامل پیروزی ما خواهد بود و اون نافرمانی مدنی خشونت پرهیز از طریق اعتصابات سراسری در سراسر ایران هستیم. هممیهنان عزیز من، امروز ارتش با مردم ایران هست، اینو مطمئن باشید، ایمان داشته باشید و هر جایی که هستید، در هر صنفی که فعالیت میکنید، از هر راهی که امرار معاش میکنید، سعی کنید به هم‌نوعاتون کمک بکنید. به مردم ایرانی که دست به اعتصاب زدن باید هممون کمک بکنیم که از گرسنگی مجبور نشن دوباره برگردن سر کارشون. امروز جمهوری اسلامی پا رو گذاشته رو خرخره و این در حالیه که شمشیر تیز اعتصابگران زیر گلوی جمهوری اسلامی هست. اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی گلوش بریده خواهد شد و دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. هممیهنان عزیز، در قیامی که الان در حال وقوع است در داخل کشور که داره اعتصابات این مسئله رو میکشونه به یک قیام سراسری با توجه به قطع آب و برق و اونم در تابستان در کشور که یکی از بزرگترین ظلم‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران هست و به علت قطع برق بسیاری از هممیهنان ما در بیمارستان‌ها جون خودشون رو از دست دادن، به دلیل اینکه نیاز داشتن به اکسیژن، نیاز داشتن به اینکه سیستم‌های
احیا براشون اونا رو برگردونه به زندگی، یا در اتاقهای ویژه در آی سی یو مراقبت‌های ویژه بستری بودن و جونشون رو به خاطر قطع برق دست دادن. یکی از مهمترین مسائلی که داره پیوند می‌خوره با قیام و رستاخیز ملی مردم ایران این هستش که مراقب باشید، مراقب باشید و مراقب باشید. قیامتون و مافیا و عواملشون که در داخل و خارج دارن فعالیت می‌کنن ندزدن، چون مترصد این هستن این بار هم قیام مردم ایران رو بدزدن و خواسته باشن مصادره به نفع بکنن. برای جلوگیری از این اتفاق یک مسئله مهم هست که میتونه به اجرا در بیاد و مانع بشه و اون این هستش که در هر جایی که هستید، در هر جایی که دارید فعالیت میکنید، در کف خیابونها شعارهای رضا شاه روحت شاد و جاوید شاه رو فراموش نکنید. این شعار رمز پیروزی ماست. از تاریکی شب استفاده بکنید، در پشت بونها فریاد جاوید شاه رو سر بدید تا گوش کر هم مزدورها، هم گوش کر جامعه جهانی، هم گوش کر اون بیخردانی که در یک همچین بحبویی که بیشتر از 13,000 تن به خاطر بیان جاویدشا جونشون رو در آبان 98 دست دادن و دارن میگن که در هر جایی که رسیدین به خاطر همبستگی جاویدشا نگین و این شعار و شعار کیفی فکر میکنن هست و نمیدونن که این شعار راهیه برای پیروزی همه مردم ایران، چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه، و راهیه برای برگشت به هویت ملی. بذارید اونها هم گوششون کر بشه، بذارید اونها بشنون که مردم ایران برای رسیدن به پیروزی با یک شعار واحد در مقابل مافیای ضد ایرانی و جمهوری اسلامی ایستادن و اون شعار چیزی نیست به غیر از جاوید شاه، به غیر از رضا شاه روحت شاد، به غیر از ای شاه ایران برگرد به ایران. امیدوارم که همه به این مسائل بیشتر دقت کنید، این ویدیوها رو منتشر بکنید در هر جایی که این ویدیو دستتون میرسه، در یوتیوب، در توییتر، در فیسبوک، در تلگرام، در اینستاگرام منتشر کنید تا به دست همه همیهنان ما چه ایرانی چه افغان برسه و همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه از جمهوری اسلامی گذر کنیم. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده ایران بزرگ و تا ابد جاوید شاه.